دوستان خوب من سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز اومدم خدمتتون، میخوام یک خاطره تعریف بکنم. اصلا برداشت ها هم آزاده، فقط میخوام یه خاطره بگم از بچگی های خودمون. من مامانم مادر نسبتاً سختگیری بود و خیلی وقتا تو دلم میگفتم که اوف چقدر سخت میگیره، برای همه چی سخت میگیره، عیاب، ذهاب، رفتار، خرید، همه چی. احساس میکردم آدم خیلی سختگیریه. یه روز فکر میکنم هولوش شاید 11-12 سالگیمون بود، یه روز دخترعمه پدرم که ما بهش میگفتیم عمقزی اومده بود خونه ما و تعریف کرد از اتفاقی که برای پسرش افتاد. عمقزی میگفتش که چند وقتی بود که میدیدم که مثلا پسرم موهاشو یه مدل خاصی به هر حال آرایش میکنه و مدل خاصی شونه میکنه، دکمه لباسش رو مثلا خیلی باز میذاره، دکمه پیرهنش زیاد پایینه و به هر حال خوشش نمیومد. به هر حال خانواده سنتی بودیم و خیلی باید مرتب و منظم لباس میپوشیدیم. مادرم بهش گفتش که خب چی شد، مگه چه اتفاقی افتاد، حالا جوانن دیگه. ما تو اتاق بودیم، صدای گفتگوی مادرم با عمقزی رو میشنیدیم که مامانم بهش گفتش که حالا اینا رو خیلی مثلا چیز نکن، بچه از جوونه خوب میشه. عمقزی گفت نه، خبر نداری چیکار کردم. با آب و تاب شروع کرد به تعریف کردن ماجرایی که یکی دو روز قبل اتفاق افتاد براشون. قضیه از این قرار بود، مثلا اینکه یکی دو بار به پسرش میگه که مثلا بیرون میری موهاتو درست کن، مثلا موهات مرتب باشه، به سبکی که به ما بخوره لباس بپوش و فلان اینا. پسرم گفت که من اصلا همین جوری هستم. بعد مامانش برای اینکه دستگیرش بکنه، مثلا اینکه شب که خواب بود میره و شیشه روغنی رو که به موهاش میزده تا موهاش بیسته و فلان حالت بگیره رو از توی لباساش پیدا میکنه. حالا انگار که چه جرمی بوده اون شیشه روغن، به هر حال اونو پیدا کرد و باز به رو خودش نیاورد. و فردا صبح که پسر بلند میشه و میخواد که موهاشو مرتب کنه که بره بیرون، هرچی میچرخه این روغنه رو پیدا نمیکنه، الان برو خودش نمیاره، میره بیرون. و بعد مامان دنبالش مثلا اینکه راه میفته. بعد که پسر از سر کوچه میپیچه، از دید خونه دور میشه، شروع میکنه یقهشو باز میکنه و موهاشو شروع میکنه به هر حال با شونه ردیف کردن و تو هم خیابون. چه اتفاقی میفته؟ مامانه حرکت میکنه به سمتش، بهش نزدیک میشه، صداش میزنه و این بر میگرده. مامانه میگه که این مدلی چرا پوشیدی و فلان اینا. و بالا به حال خیلی دیگه ادامه ندادن و مادر بر میگرده. به قول عمقزی میخواست خودش ببینه که واقعا اینجوری میپوشه، چون از بیرون بهش گفته بودن که پسرت مثلا یقهاش بازه، نمیدونم موهاش فلانه. عمقزی بنده خدا ای با خودش فکر میکنه که چیکار کنم چیکار نکنم. تنها راه حلی که به ذهنش میرسه اینه که به هر حال یه بلایی سر موهاش بیاره. شب بنده خدا پسر تو خواب، عمقزی ماشین به هر حال ریش تراش شوهرش رو میگیره و میزنه تو موهای پسرش و اولین صدا که میپیچه و یه قسمتی از مو میره، این بنده خدا پسر بلند میشه، آج و آج نگاه میکنه چه اتفاقی افتاد. میبینه بله، رو موهای افشان و زیباش یک چنین اتفاقی افتاده و عصبانی میشه و بلند میشه. یکی به هر حال سر صدا میکنه و چه وضعش و مثلا فلان. بعد وقتی داشت میرفت از در بیرون و به هر حال اعلام ناراحتی برمیگرده، به مادرش میگه که ببین امروز اینجوریه، 4 صباح دیگه تو هی منو صدا بزنی و من جواب تو ندم، جبران میکنم این اتفاق رو. حالا به این جای ماجرا که رسید، ما توی اتاق بغلی منتظر بودیم ببینیم واکنش مادرم چه، چون مادر خود من هم آدم سختگیری بود. بعد دیدم مادرم خیلی آروم به عمقزی برگشت، گفت که عجب کاری کردی و خیلی کارت بد بود، نباید این کارو میکردی. عمقزی گفت خب چیکار میکردم، گوش نمیداد، هر چند بار که بهش گفتم گوش نداد. بعد دیدیم که مادرم خیلی به هر حال آرام بهش گفت که نه، جوونن خوب میشن، مردم خیلی حرف ممکنه بزنن، چه ربطی داره، آدم که نباید بچهشو اینجوری ضایع کنه. به هر حال این خاطره تو ذهن ما موند که موی سر
پسر انقضی از ته تراشیده شد، فقط بابت اینکه موهاش روغن زده بود و یقه هاش باز مونده بود.